اگر یه سیستمی بخواد ویژگی تفکیک طلا رو داشته باشه، یه یابنده، رادار زمینی دستی، معدنیاب، باید بتونه عملیات تفکیک رو به طور کامل برای هر نوع فلز مجزا انجام بده یا هر نوع هدف. جداسازی انواع فلزات و منابع شرایطی رو پدید میاره که اپراتور بتونه هدف مورد نظر طلا، نقره، نیکل، کروم، مس، روی، آهن، برنز، برنج رو جداگانه تفکیک کنه. ترشولد 108 عملا کار جداسازی رو برای تفکیک انجام میده. یعنی اون میزانی که شما از عدد ویدیا یا اون نوع هدفی رو که تعیین میکنید، ترشولد میاد اونو از بقیه منابعی که امکان داره هم شکل، هم نوع، هم گن، هم مکان باشه یا ذرات مزاحم باشه جدا میکنه. عمل تفکیک با عدد ویدیاییه، ولی عمل جداسازی کمک ترشولد به ویدیای در اون عدد خاص یا اون هدف خاصیه که به اون سیستم دادید یا تعیین کردید که آقا من این فلز خاص رو میخوام. حالا اینکه کسی بگه یک طلایاب یا یه فلزیابی طلایاب خاص فقط گرفتن طلا، بحث طلایاب بودن رو از بین میبره، چون طلایاب اون فلزیابیه که شما وقتی طلا رو میگیری میتونی تنظیم ویدیایش رو تغییر بدی، ببینی میره دوباره اونجا رو بگیره، اگه دوباره همون واکنش رو داشت، همون ترکیب رو داشت، اون موقع متوجه میشی اون طلاست، اون موقع متوجه میشی اون فلز اصلیته. پس طلایاب در اصل فلزیابیه که عدد ویدیای داره، میتونه تمام فلزات رو جدا سازی کنه و اینکه اون اپراتور بتونه با ترشولد شرایط اون هدف رو به نسبت منابع مزاحم یا منابع همگن یا هم مکان جدا بکنه، این خصوصیاتیه که میشه در مورد یه طلایاب در نظر گرفت. و یه طلایاب حرفه‌ای قدرت جداسازی انواع منابع فلزات و ذرات مزاحم داره که در اصل میشه گفت پایه اون یک فلزیاب حرفه‌ایه که با تعیین عدد ویدیا میشه طلا، نقره، مس، نیکل، کروم، روی، آهن، برنز، برنج، آلومینیوم و هر نوع فلزی رو جداگانه تفکیک کرد و تفاوت ذرات مزاحم رو درش تشخیص داد. این خصوصیاته که میتونه اپراتور رو برای اینکه بگه این فلزیابم طلایابه مشخص میکنه. اینکه کسی بگه سیستم من فقط طلا رو میگیره و قابلیت عملکردی رو فلزات دیگه نداره، امکان خطا. و اینکه بره منابع همگن یا همشکل یا ذرات مزاحم رو بگیره یا تراکم‌های بارهای الکتریکی از منابع دیگه یا مغناطیسی رو بگیره افزایش بده و اپراتور تنظیم مثل عدد ویدیا یا ترشولد 108 رو نداره که بیاد عدد ویدیای متفاوت بده یا ترشولدهای گوناگون بده و بفهمه این هدف اصلی است یا منابع مزاحم.